امروز میخوایم با هم بررسی کنیم که فورتنایت چه رازها و ایسترگ‌هایی توی بازیش داره و آیا مثل بازی‌های دیگه میتونیم روی ایسترگ‌هاش حساب کنیم و آیا مثل بازی‌های دیگه رازآلود هستش. و فکر کنم هم خیلی‌ها در مورد اینجور چیزا سوال داشتن، مثل خودم، که فورتنایت چه ایسترگ‌هایی داره، چه رازهایی داره و کلاً چجوری تونسته اینا رو به بازی بیاره و ما آیا با اینا سرکار داشتیم توی بازی یا نه و کلا توی بازی دیدیمشون یا نه. من توی این ویدیو به شما 10 تا ایستر اگ نشون میدم، راز نشون میدم که توی بازی هستن و همه رو یکی یکی برای شما بررسی میکنم. اگر شما از این ویدیوهای ایستر اگ بیشتر میخوان، یه لایک بزرگ به ویدیو بدید و اون ساب هم بزنید اگر تازه تو کانال اومدید، تا از خبرها و موضوعات جدید فورتنایت با خبر بشید و از کد سینای رو تو آیتم شاپ استفاده کنید، تا مثل کسایی که روی صفحه میبینید تو اینستاگرام من شما رو شات اوت کنم. و بدون هیچ مطلی دیگه بریم ببینیم این استرگا چی هستن. خب اولین استرگی که میخوام برای شما بگم یه چیزی هست که تو تاریخچه فورتنایت نقش بسته و ما اینو از خیلی وقت پیش دیدیم، بانکرها یا دریچه‌هایی که به داخل زمین باز میشن در بازی فورتنایت. اولین بار ما اینو در ویلینگ وودز دیدیم که تو فصل‌های چپتر 1 ویلینگ وودز یه جای جنگلی بود که تو فورتنایت فقط میشد چوب لوت کرد، راحت بهتون بگم، و زیاد لوت و اینجور چیزا نداشت. از اون موقع بازیکن‌ها خیلی تلاش کردن که برن داخلش ببینن چیه، رازش رو کشف کنن، ببینن که اصلا ربطی به داستان بازی داره یا نه، ولی به هیچ جایی نرسیدن. که بازم با گذشت مدت‌ها، تا زمانی که قلعه فورتنایت و قسمت یخی فورتنایت به بازی اضافه شد، دومین بانکر تو بازی دیده شد که در یک جزیره یخی خیلی کوچیک تو بازی قرار گرفت و بازم بازیکن‌ها تونستن پیداش کنن، ولی دوباره هیچ چیزی در موردش پیدا نشد و همینجوری انگار یه دریچه به زمین باز میشه و خبری توش نیست. وقتی توش هم با گلیچ میدیدن هیچ چیزی نیست و هیچ خبری نیست. حالا ما تو این فصل فکر کردیم که این راز ممکنه حل بشه، ما قرار چیزایی ببینیم که حل شده هستن و مثل فصل قبل رازآلود نیستن، ولی فورتنایت اومده پیچیده ترش کرده، بدترش کرده و یه جورایی برای ما مثل مثلث برمودا کرده. رو همونطوری که روی صفحه میبینید یه جور حالت مثلثی اینا رو تو بازی قرار داده که خیلی جاهای مخفی هم اندفعه گذاشته، مثل قبل دیگه کاملا معلوم نیست و یه جاهای مخفی گذاشته که فورتنایت بازیکن‌ها شاید نبینن. و من الان به شما یکی یکی جاهاشونو نشون میدم. در شمال پلزنت پارک یکی گذاشته درست زیر یک کلبه متروکه که بازم معلوم نیست برای چیه، که بالاترین قسمت این مثلث رو تشکیل میده. یکی در داخل آب بازی گذاشته شده که در نزدیکی هالی هجز هستش، که وقتی برید توی آب و ببینید میبینید که یه بانکر داخل آب هستش که واقعا عجیبه، و اینم قسمت دوم رو تشکیل میده از مثلث. و قسمت سوم در یک بوش هستش که یه بوش بزرگ توی بازی و در داخلش قرار گرفته، که بازیکنهای فورتنایت فکر نکنم اصلا به این اهمیت داده باشن. فورتنایت نمیدونه با این بانکر داره چیکار میکنه، همه فصلها اینو گذاشته و فورتنایت بازیکناش هنوز موندن که قضیه اینا چیه، خود فورتنایت چیزی نمیگه و همینجوری هم مونده و رازش معلوم نیست که میخواد برملا بشه. تو کامنت ها بگید که نظر شما چیه در این مورد، تا ببینیم حالا نظریه‌هایی که شما در موردش میخواید صحبت کنید چیه. دومین راز و ایستر‌اگی که میخوام برای شما بررسی کنم مربوط به بزرگترین راز این فصلمونه، در بزرگی که به داخل کوه یخ مپ ما باز میشه و قسمت بزرگی رو انگار میشه توش جا داد و ما فعلا نتونستیم داخلش رو ببینیم. تمام بازیکنان فورتنایت سعی کردن با گلیچ کردن یا چیز دیگه داخلش رو ببینن ولی نتونستن. به نظر میاد که چیزی رو در مورد فایلاش به بازی اضافه نکرده بازی فورتنایت. خیلی ها نظری های مختلفی دارن که این چیه، بعضی ها میگن که شاید مربوط به سیو د ورلد باشه، بعضی ها میگن که مربوط به داستان بازی. ما فعلا نه داستان بازی رو تونستیم متوجه بشیم، نه که تونستیم توشو ببینیم. یه جورای شبیه دریچه لوتلیک که چپتر 1ه، که واقعا ما رو به فکر فرو میبره که آیا ما ممکنه مثل چپتر 1 بریم داخلش و یه ایونتی رو اجرا کنیم. در چپتر 1 ما رفتیم داخل این دریچه‌ای که تو
لوت لیک بود و ما تونستیم یک آیتم رو به بازی برگردونیم که درامگان بود. نمیدونم قرار چنین ایونتی اینجا هم اتفاق بیفته که به احتمال زیاد اتفاق میفته، ولی فکر نکنم در این فصل باشه. در فصلهای آینده فورتنایت سرش برنامه داره و کم کم داستاناشو سرش اجرا میکنه که ما چیزای واقعا عالی در انتظارمونه و قرار ما ببینیم که پشتش چیه. من خیلی دوست دارم که اینو داده باشم به ویزیتور. بدبخت چند وقت بود که بی خانمان بود، آخر یه خونه ای بهش داده باشن که خیلی بزرگ باشه، حالا جدا از چیزایی که داره تو مپ اتفاق میفته و جدا از شوخی هم ویزیتور هنوز داستانش به نظر نمیاد که تموم شده باشه، چون دیگه کارشو انجام داد ولی به یه جای دیگه رفت و تونست عملیات خودشو به موفقیت به انجام برسونه. تو نظرات حتما بگید که نظر شما در این مورد چیه و این دریچه کلا برای چیه توی بازی، و حالا میبینید که شما چه نظری دادید در این مورد. و برسیم به ایستر اگ سوم که مربوط به یک روح در داخل بازیه. من در یکی از ویدیوهای خیلی وقت قبلم به شما این روحو گفتم که این روح به صورت کاملا سرگردان فقط میاد و میره و دیدنش هم خیلی سخته، به خاطر اینکه میگن هر 10 بازی میشه دیدش، اون هم به صورت اتفاقی. که این روح تو بازی داره پرسه میزنه تو یکی از قسمت‌های مپ که 3 تا قبر قرار گرفته، معلومه قبر کدوم بنده خدایی فورتنایت اونجا گذاشته و همینجوری براش روح هم درست کرده. فورتنایت مشهوره که بازی ترسناکی نیست و کلاً آرومه، حالا این روح به صورت کاملا اتفاقی هم به بازی اضافه کرده، فکر نکنم اونقدرم ترسناک باشه. خلاصه چیز خوبیه، استرگ خوبیه، اگر شما دیدید حتما اینو تو کامنت ها به هم بگید. من که خودم ندیدم تا حالا، فقط یه کلیپی ازش هست که روی صفحه هم به نمایش در اومد. برسیم به چهارمین راز و ایستر اگ. خب همونطور که میدونید این فصل یکی از پرآب‌ترین فصل‌های فورتنایت از طریق کلن رودخونه‌ها، منطقه‌های فورتنایت به هم وصل شدن، دریا دور ماه. تو فصل‌های قبل نمیتونستیم داخل دریا بریم، شنا کردن نداشتیم و خیلی از چیزهای دیگه. فورتنایت در چپتر 1 با آوردن لیزی لاگون و اون کشتی که اصلا هیچ به درد نخورد، همه گفتن آقا کشتی تکون بخور، کشتی تکون بخور، هیچی دیگه شیر رو ما ندیدیم تکون بخوره، همینجوری موند. فورتنایت اون موقع یه چیزی رو اضافه کرد به نام تریشر مپ و تریشر چست، که یک چستی بود که کاملا عالی بود و چندین تا گان عالی میداد به شما با پیدا کردن مپی که تو مپ کلا فراوان بود، نقشه‌ای که تو بازی پیدا میکردید. ولی تو این فصل ما تریشر مپی نمیبینیم یا کلا گنجی نمیبینیم، با اینکه خیلی تممون دریایی و اینجور چیزایه، ولی باید کاملا وایسید. توی سویتی سندز اگر برید قشنگ ساحل رو بگردید، قسمت های نیمه کنده شده ای میبینید توی کلن ساحل که به نظرم خیلی هاتون از سرش رد شدید اگرم دیده باشید و اهمیتی ندادید. وقتی با پیکاکس بهش ضربه بزنید یک چست بالا میاد، با اینکه چستش مثل اون چستی که توی چپتر وان بود لژندری یا چیز بهتری نیست، ولی چست ممکنه اون چست آبیه در بیاد که نیمه لژندریه، یا چست اصلی در بیاد که چست های معمولی هستن. شما میتونید یه چست کاملا رایگان از این طریق به دست بیارید که دیگه بدون مپ هم چست به دست میارید. اگر تو جای دیگه این مپ دیدید حتما بهم بگید، من فعلا تو همین قسمت مپ دیدم توی سویتی سندز، در جاهای دیگه ندیدم. در راز و ایستر اگ پنجم میخوام به شما جایی رو نشون بدم که خیلی جالب و توی جنگیدنتون حتما به دردتون میخوره. خب خودتون میدونید که اسلارپی سوامس یکی از بهترین جایی که شما میتونید اونجا لند کنید و بتونید شیلد به دست بیارید، اچ پیتون رو ببرید بالا، جنگ کنید، اچ پی بگیرید، جنگ کنید، اچ پی بگیرید. ولی یه چیز خیلی مهمی هم هست، جایی که سلورپ از این کارخانه‌ای که هست اونجا میریزه به رودخونه و حالا رودخونه رو کثیف میکنه و کلن خراب میکنه رودخونه رو، حالا اسلورپ هم باشه یا نباشه، اون قسمتی که میریزه توی آب رودخونه یک آبشار مانندی ایجاد شده. شما میتونید برید راحت زیرش مخفی بشید و دشمن وقتی از کنارتون رد میشه ازش شلیک کنید و اگرم به شما دمیجی هم وارد بشه سریعا هیل میشید از طریق اسلورپی که اونجا هست، که واقعا میشه سر به سر حریف ها گذاشت. حتما بهتون پیشنهاد میکنم که امتحان کنید، خیلی جالبه. فورتنایت تو فصلهای قبل خواسته بود که ما رو یه جوری کلاه بذاره سرمون و ما رو یه جوری از یه جایی پرت کنه پایین که دیگه کار فورتنایت، یا اینکه ما رو در جاهایی که چست اصلا فکر نمیکنیم باشه به ما چست بده و تعدادی گان یا شیلد به ما بده. مثلا قسمتی از مپ بود که وقتی اونجا میرفتی ممکن بود از چست استفاده کنی و بیفتی پایین که حالا فورتنایت اینو قرار داده بود
دوباره در جاهایی از مپ در این فصل هم فورتنایت چستایی رو قرار داده که در جاهای خیلی نامعلوم و ناجوری هن. مثلا تو کانتینر در قسمتی از آب گذاشته، ولی همون جایی که گذاشته بر شما قایق هم گذاشته که شما میتونید راحت برید استفاده کنید و از اونجا مپ رو دور بزنید. فورتنایت از این کارا زیاد انجام داده، چستایی رو در ناکجا آباد میذاره که هم شما شگفت زده میشید هم پیداش میکنید، همین که نشون میده فورتنایت مثلا همه جا چست گذاشته، بدن نگه همه جا چست نذاشته، خیلی جاهای مرموزی هم میذاره. اینم به شما بگم یه چیز خیلی جالب رو میخوام به شما بگم، زمانی که شما تو فصلهای قبل بازی میکردید در چپتر یک در گوشه مپ در نزدیکی لولی لاج، اگر یادتون باشه بچه ها که اون موقع بازی میکردن، یک چیزی شبیه ترانسفورمرز ساخته شده از ماشین های مختلف بود که یک کامیون به عنوان سرش بود و یک کلن فکر کنم باتون مانند بود برای اسلحه‌اش، حالا مثلا اون شمشیرش باشه، که معمولا یه چه سرش داشت و با تغییر فصل و جدید شدن فصل هم فقط یکم شکلش تغییر کرد، انگار آپتیموس پرایم و تبدیل شدنش به کامیون جدید بود که حالا تو فیلمش هم بود. فورتنایت اینو تو مپ قرار داد. حالا میگید که منظورت چیه؟ مگه فورتنایت دوباره اینو آورده به مپ؟ با گشت و گذارهایی که بازیکنهای فورتنایت توی مپ انجام دادن تونستن چیزی رو پیدا کنن که واقعا عجیب بود براشون. دیدن که یک چست در بالای آب قرار گرفته بدون اینکه اصلا چیزی ازش معلوم باشه. وقتی نزدیکتر شدن دیدن که در زیر چست این آپتیموس پرایم هست، این تبدیل شونده خودمون هست، انگار که از یک دنیای دیگه پیاده بلند شده، از داخل آب رد شده و خودشو رسونده اینجا. آخه مغزت مگه معیوب این همه را از اونی که مپ اومدی این مپ دیگه آدم چی بگه بهش. خلاصه ایسترگ خیلی جالبیه و این مپ با مپ قبل خیلی ارتباطات داره، مثلا خیلی چیزایی که ما داریم میبینیم شبیه همان. خب رسیدیم به ایسترگ هشتم که خیلی ایسترگ مرموزیه و بعضی از بازیکنهای فورتنایت اینو شنیدن و گفتن. خب میدونید که فورتنایت یه بازی فامیلی فرندلیه، یه بازی است که زیاد خشن نیست، اصلا خشن نیست، چی بگم، خونی نیست توش، چیزی نیست که بازیکنو بترسونه، ولی فورتنایت هم چیزایی داره که ممکنه باعث ترس بشه. وقتی شما به کلبه‌های وسط مپ که کلا بین رودخونه ها به هم میرسن قرار داره برسید، در قسمتی که شب باشه ممکنه صدای جیغی بشنوید که در این کلبه ها میاد. بهتون بگم که زیاد بازیکن ها نتونستن بشنون، تعدادی از بازیکن ها اینو شنیدن. اگر شما شنیدید حتما در کامنت ها بهم بگید که چنین چیزهایی شنیدید یا نه. راستشو بخواین خیلی شبیه بازی و فیلم فرایدی د 13 که کلبه ها اونجا هستن نزدیک به هم و این شخصیت جیسون میاد همه رو میزنه ناکار میکنه دیگه، شبیه اون خیلی هم باحاله اگر مثلا بیان قراردادی با هم ببندن و چنین چیزی به بازی اضافه بشه، که فکر نکنم هیچ وقت اضافه بشه، بازی ترسناک به فورتنایت فکر نکنم قراردادی داشته باشه. در اینجا میرسیم به راز نهم که مربوط به یک راز خیلی کوچیک در مورد کمپ‌فایر هاست. خب همونطور که میدونید فورتنایت کمپ‌فایر ها رو حذف کرد زمانی که ما میتونستیم ازش استفاده کنیم، الان کمپ‌فایر های قابل حمل و فورتنایت حذف کرده و بیشتر ثابت اضافه کرده که با دادن چوب شما میتونید دوباره روشنش کنید زمانی که خاموش شد. ولی خیلی چیز مهمتر هم داره، اگر شما در حال روشن بودنش بهش دوباره چوب اضافه کنید کاملا شدت میگیره و شما رو درجا هیل میکنه، به صورت خیلی سریع هیلتون میکنه. فورتنایت اینو تو هیچ پچ نوتسی اصلا اشاره نکرده، برای همین یه راز، خیلی از بازیکن‌ها نمیدونن اینو اصلا، همینجوری شاد از کمپ‌فایر بگذرن یا اینکه برن روش یکی بزنن تموش بره. و حالا اینم یه راز خیلی کوچیکه. و میرسیم به آخرین راز و ایستر اگ این ویدیو، مربوط به جایی است که بهترین چست ها و چست های لژندری و کلن چست های آبی که حالا شبیه سیو دی ورلد هستش توی بازی هستن، بهترین جاها، که اینجا رو من به شما میسپارم که تو کامنت ها بگید بهترین جا و منطقه برای پیدا کردن بهترین چستا و پشت سرم پیدا کردن چستای آبی کجای مپه و در کجای مپ میتونیم بهترین لندو داشته باشیم که بتونیم بهترین بازی رو انجام بدیم. اینو به شما میسپارم که تو این ویدیو با هم مشارکت داشته باشیم و یک تاپ 10 عالی داشته باشید. خب امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. خودم خیلی دوست داشتم که ایسترگا رو ببینم، رازهای فورتنایت رو ببینم، تا الان چه چیزایی توی بازی گذشته و چه چیزایی در مورد ایسترگ ها اضافه شده کم شده و اینا رو با هم همگی بدونیم. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. ویدیو قبلی رو حتما
ببینید و شما رو تا ویدیو بعدی به خدا میسپارم. خدا نگهدار.